رو میخوام بهتون آموزش بدم که چطوری میتونیم سوراخهایی که تو انباری آشپزخونه‌تون وجود داره قشنگ درس بگیریم که جونور سوسک یا مثلا موش واردش نشه. بعد یه چند وقتی هستش که یه موش افتاده تو خونه، فکر کنم از بیرون هم نیاد چون از داخل چی ورودی و سوراخی نداریم. بعد سوراخی که رفتم نگاه کردم دیدم مسیرش اینجا بوده که از این بالا اومده. تمام اینا رو من بعد الان درس بگیرم. دیروز کاری که کردم این بود که یه شبکه درست کردم با سیم و اینا رو اینجا پیچ کردم و حالا امروز میخوایم اینا رو با فوم و گچ پرش بکنیم. ولی این نکته که هستش اینه که شما اگه مثلا با گچ یا فوم اینو پرش بکنین موش اینا رو دوباره میجوه و وارد میشه. مثلا من فوم دارم و گچ مخصوصا دارم، البته این چسب نیست، به این صورت هستش، تو این تفنگی رو گذاشتم. و برای اینکه شما این کار بکنیم احتیاج به پشم سیم دارین یا پشم فلز یا همون چیزی که توی ایران بهش سیم ظرفشویی معروفه. البته با این سیمای ظرفشویی خیلی فرق میکنه و جنس استیل هستش و خیلی مقاومه. این رو شروع میکنیم با هم دیگه انجام دادم و بهتون یاد میدم. به همین شکل هستش، اینا رو ما باید تیکه تیکه در بیاریم و لای اینا از همین خمیره پر بکنیم و توی سوراخ ها بچپونیم. اگه این کار شما نکنیم موش خیلی راحت میتونه فوم یا گچ رو با دندونش بجوه و دوباره سوراخ رو باز کنه و بیاد بیرون. ولی وقتی که فلز داخلش کار میزنین به هیچ وجه نمیتونه این کار بکنه. اینم با سیم معمولی خیلی فرق میکنه و خیلی سخت بریده و پاره میشه و دندون موش هم اینو نمیتونه بگیره و خیلی گچ رو سفت‌تر میکنه. اگه سیمان دارین که خود سیمان خیلی بهتره، ولی اینجایی که من دارم سیمان نمیشه زد. و اصلا مهمتر این که فوم هم اگه بزنم خیلی راحت اینو باز میکنه. اگه توری سیمی هم دارین که میتونین این کار بکنین که خیلی بهتر. من البته تله هم گذاشتم اینجا، ولی موشه اینقدر زرنگه هست که اینو اصلا نتون نخورده. یکی دیگه هم اونجا بوده که گردوشو خورده، خود تله دست نخورده، با اینکه خیلی هم حساس هست ولی نگرفتتش. این فومو من زدم و قبل از اینکه صفر بشه سیمو داخلش چپوندم. این باعث میشه که این تکر قشنگ کامل بگیره و دیگه موش نتونه از اون تو وارد بشه. جای دیگر هم به همین شکل ما انجام میدیم سوراخ‌های دیگر رو. خب خمیر یا سیمان یا گچتون هم این شکل روی سیم میرزیم و قشنگ اینو جمع میکنیم و با یه پنس یا دنباری یا هرچی توی سوراخ قشنگ فرو میکنیم. اینجوری دیگه به هیچ وجه نمیتونه موش اینا رو بجوه. خب همونجور که میبینین من سر تا سر رو سیم گذاشتم و روش رو خمیر مالیدم. حالا با دستم قشنگ اینو صاف میکنم و کاملا یه دست میشه. یه همه رو زدم. همون سوراخه دم لباسشویی بود کشیدم بیرون. حالا شیلنگ میلنگش پاره نشه خوبه. مثلا یه عمق زیاد داشت، پر کلی باد از همونجا میومد. لبارم همه رو زدم. به این شکل توی این شکافه هم قشنگ میتونی جا بدین و یه خوبش هم اینه که بعد اینکه خوش میشه خیلی راحت میتونی اینا رو با یه تیغ یا چاقو ببرینشون و هر صاف و صوفش کنی و اینا هش پیدا میکنه و حجمش دو برابر میشه و همین دلیل میشه راحت اینا رو برید و صافش کرد. یه حالت بافت اسفنج مانند داره ولی خیلی سفت. می‌بینیم به نشکنگی منو دوستم درش برم.
میدونم حوصله داشته باشیم خیلی صاف و صوفتر هم میتونیم درش بریم. حتی این قابلیت سوم زدن هم داره یا سنبده زدن، میتونیم هرچن سنبده بزنیم جنس یونالیت میمونه، بعد روش میتونیم بتونه بزنیم یا میتونیم حتی رنگ بزنیم، خیلی راحت به خودش میگیره و وای میسته. فقط رنگ تینری بهش نزنیم چون تینری رو میخوره. اینجا تمام شکاف داشت، همیشه پر دونور و عنکبوت بود و از اونجا میمد بیرون و اینا همه رو بستم و یه خیلی خوب شد. خب تنها چیزی هم که انجام دادم گذاشتن تله موش بود که خیلی عالی بود و موفق و قشنگ اینا رو تونستم باش بگیرم.